خیلی علیرضا. خیلی ممنون و متشکرم فرصت مجددی که به من دادین. من در عرایض پیشینم در ارتباط با بحث اصل خطاپذیری صحبت کردم. این دفعه بخواستم که عرایضم رو جمع‌بندی کنم و یه موضوعی صحبت کنم، چون بحث توهین دائما داره مطرح میشه و اونم اصل آزار هست یا هارم پرینسیپل. ببینید، مطابق تفسیر درستی که از اصل آزار هارم پرینسیپل هستش، نمیتوان حتی، خوب دقت بفرمایید، مطابق این تفسیر نمیتوان حتی به بهانه جریحه دار شدن احتمالی یا قطعی احساسات جماعتی از مردم حق آزادی بیان رو سلب نمود. چرا؟ چون که همواره این احتمال وجود داره که پیروان هر آیین یا مسلکی یا نهله و مذهبی از بیان برخی مطالب به لحاظ ذهنی آزرده خاطر شوند و احساساتشون ممکنه در اثر این دلبستگی به اون باورها جریحه دار باشه. اگه قرار باشه که فقط به این دلیل جلوی آزادی بیان گرفته بشه، عملا یه موضوع اتفاق میفته و اون چیه؟ و اون این هستش که عملا هیچگاه حق آزادی بیان استیفا نخواهد شد و حقوق بشر نقض میگرده. چرا؟ که هر کسی میتونه مدعی بشه که با طرح نقد صریح باورها و عقایدش به لحاظ احساسی رنجیده میشه. اگر اینطور بگیم که زیر سوال بردن یا نقد بی‌رحمانه باورهایی که نزد عده مقدس هستن باعث آزار روانی اونها میشه و این یعنی بی‌حرمتی به عده انسانها، جواب اون این استش که اذیت شدن احساسی عده ای نمیتونه که باعث بیان آزاد رو از ما قید بزنه، زیرا تبعاتی داره که مهمترین تبعاتش نقض حق بنیادین آزاد بیانه. و این از نظر فلسفی، از نظر انسانی، از نظر علمی، از هر نظر، جامعه شناسی، روان شناسی پذیرفته نیست. چرا؟ که هر کسی میتونه ادعا بکنه از فلان ابراز نظر رنجیده شده. بنابراین عقاید، باورها و نظرات از نظر فلسفی، علمی، حتی دینی نه محترم و مقدس و نه نامحترم، زیرا اصلا متعلق احترام واقع نمیشه. این خطاب به جناب آقای ناصر مطرح فرمودن و یه موضوع جناب آقای ناصر مطرح فرمودن دوست عزیزمون که ایشون فرمودن که هر کسی در ایران تشریف داره میتونه که مسلمان باشه یا مسلمان نباشه و میتونه این آزادانه بپذیره. جناب آقای ناصر گرامی، من در ایران زندگی میکنم و میتونم، حالا چون عکسم مشخص هست و معلوم هست، مشکلی برام پیش نیاد، اما چنین چیزی که شما میگین اصلا و ابدا محلی از اعراب نداره و صحیح نیستش. من یک مسلمان زاده ام، اما اگر بخوام مسلمان نباشم و در ایران زندگی بکنم، محدود و دم هستم و اجازه دارن که منو بکشن. پس بنابراین این فرمایش شما که میفرمایید کسی ممکنه مسلمان باشه و در ایران باشه یا نامسلمان باشه و در ایران باشه بهش کاری نداره، این به نظر من اصلا و ابدا صحیح نیستش و محدود و دم هستش. متشکرم، عذرخواهی میکنم صحبتم متوقف شد. ناصر جان میکروفونتو میبندی؟ زمین که ما آقای سهیل عربی رو داریم در زندان میبینیم و خیلی از افرادی رو که سهیل عربی رسانه‌ای شد، خیلی آدمای دیگه هم کشته شدن و ما اصلا متوجهش نشدیم. ناصر داری چیزایی رو من نمیدونم از کجا میاره و میگه، انگار که اصلا در ایران زندگی نمیکنه و به حقوق احکام اسلامی در ایران که داره مو به مو و بند به بندش از داخل قرآن استخراج و اجرا میشه، اصلا انگار اشراف نداره و از یک اوتوپیا و چون مدینه فاضله بر مبنای اسلام داره صحبت میکنه. اجازه بدید 30 ثانیه توضیح میدم. ناصر جان من در تکمیل فرمایش سهیل خانم میگم که آقای محسن اصلانی رو فقط به خاطر در مورد قصه یونس و بودنش در شکم ماهی شکل بله. بود اعدام کردن. گفته بود امکان نداره کسی در معده یک ماهی زنده بمونه، زیرا که در معده هضم میشه. اعدامش کردن دوست آقای معلمم بودن. خب من میخوام اینجوری صحبت کنم که دین من، عقیده من، ایمان من انسانیته، بزرگترین دینه. یک چیزی که از آسمان اومده چجوری میتونه روی زمین اجرا بشه که فاصله زمین تا آسمان چندین هزار برابر و چندین هزار متره؟ نتیجه میگیریم چیزی که از آسمان اومده ماورایی هست و هیچ چرایی و فلسفه‌ای شما نمیتونی بپرسی ازش و همیشه با سفسطه و فلسفه میخوان اینو به زور توی حلقومت و فکرت فرو کنن، برای من ارزش نداره. من دنبال چیزی هستم که انسانیت رو به من بده. نکته دوم، ادیان برای کی اومده؟ ادیان برای انسان ها اومده، برای کوه و نمیدونم درخت و دریا که نیومده. اگر ادیان برای انسان ها اومده، چرا
ابتدایی ترین حقوق انسان ها رو رعایت نمی کنه؟ چرا احترام نمیذاره؟ نمونهش من چند تا رو میخوام در اسلام مثال بزنم، چون خب ما کشورمون شوربختانه اسیر اسلام شده. من براتون بگم: بردهداری، ارتداد، خشونت و کشتار که اسلام و تروریسم هم شاملش میشه، همجنسگرایان، اسلام و تفکیک جنسیتی، زن در اسلام که شامل مباحث خشونت خانگی، کتک زدن همسر، ازدواج موقت و حق ارث، جواز آمیزش جنسی با زنان شوهردار اسیر و برده، نقض حقوق کودکان در اسلام، ازدواج با کودکان، لذت جنسی از نوزادان و مقایسه اسلام با کمونیسم و فاشیسم. اینا چیه؟ حالا اگه از اینا بپرسی تا صبح اینا برات فلسفه میاره. برادر من، در قرن 21 ما داریم زندگی میکنیم، در قرنی که ما در آستانه فتح مریخیم. دیگه من نمیتونم با قانون 1400، پدر بزرگ من بچه شمالم، پدر بزرگ من 200 سال پیش با خر میرفت تهران، الان من دیگه با خر نمیرم تهران. الان اگه من میخوام از شمال برم تهران، با ماشینم میرم، با اتوبوس میرم، نمیدونم با قطار میرم، با هواپیما میرم. 1400 سال پیش تو چجوری میخوای بیاری الان بکنی تو ذهن من، تو ذهن یک جوونی که با مدرن ترین و تکنولوژی ترین چیزها سر و کار داره؟ یک من توی رومی بودم، یکی از بچه ها خیلی مثال خوبی زد، گفت که این گوشه‌ای که شما دستتون داری، حالا iOS اندروید، در سال مثلا 2-3 تا آپدیت میاره براش که مثلا کارایی این گوشی خوب بشه. اسلام 1400 سال پیش اومده، هیچ آپدیتی که نخورده، هنوز من باید با قوانین متوحش 1400 سال پیش که در صحرای حجاز کل سواددارش 10 نفر بودن؟ بابا خجالت بکشین، زشته، از انسانیت، از شرفتون خجالت بکشین. مردم رو ببخشید، من عذر میخوام، بلانست من به خودم میگم، ما رو گاو و گوسنا اسم اسلام و خدا دارن کثیف‌ترین کار رو میکنن، چون این کارخونه اسلام خودش کثیفه، خودش لجنزاره که داره همه تولیدیاش لجن داره صادر میکنه. ببخشید، من از مازیار عزیز خیلی خیلی عذر میخوام که یه همچین انسانی به خودش اجازه میده که از اسلام دم بزنه و بیاد به دستور یک انسان توهین کنه. برین خجالت میکشیم بابا، جمع کنین. ببخشید بچه ها، لطف. ممنونم امید عزیز. آقا مهدی، دور اول صحبتتون هم هست، 3 دقیقه وقت دارید. سلام، خوبین؟ من فقط در جواب ناصر گفتش که تو اوایل انقلاب فقط چپ ها چیز میکردن، ترور میکردن. خب حسام الدین، ببخشید، این نواب صفوی که ترور میکرد که این چپ نبود که. این که میگن بهائیت توهینی بهش نمیشه، ما بهائیت رو فرقه زاله صدا میزنیم. وقتی فرقه زاله صدا میزنیم، زاله صدا زدن به معنی گمراه کردن خودش توهینه. این که میفرمایند که میفرمایند که تا فلان چیز مثلا آسیبی نزنه، اگر مثلا یک کی با یک دینی بیاد و این دین آسیبی نزنه، پس آزادی داره. آقا ناصر، تفاوت دید من و شما توی تعریف این آسیبه. از نظر شما این که او بیاد دین خودش رو تبلیغ کنه آسیبه به اسلامه؟ از نظر من اون که این بیاد دین خودش رو تبلیغ کنه آسیبه به اسلام نیست، چون خود خدا تو قرآن میگه و عباد الرحمن الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، میگه بنده های خدای رحمان کسانی هستن که سخنو بشنون، از بهترینش پیروی کنن. ولی از نظر شما این نیست، اگه او بیاد حرف بزنه، او رو به جرم تبلیغ علیه اسلام ممکنه بگیری و اعدام بکنی. باید مرزها تو در آسیب مشخص کنی تا بتونی تو این بحث جایگاه مناسبی داشته باشی. این که گفتی نجس بودن اهل کتاب عوض شده، ببین، یه وقت هست شما میای میگی که آقا مثلا ما راجع به سفر به مریخ اومدیم اجتهاد کردیم، من میگم باشه، با 1001 چشم پوشی تو اومدی یک مصداق جدید رو بردی در احادیث 1400 سال پیش پیاده کردی. ولی اینکه فقها تا 100 سال پیش میگفتن اهل کتاب هم نجسن، 100 سال پیش به اینور گفتن نه، میگفتن پاکن، نجسن، الان میگن پاکن، مگه حدیث جدیدی اومد که تو مسئله واحد، مگه حدیث جدیدی کشف شد که اجتهاد جدیدی بیاد؟ من اینو درک نمیکنم. یه وقت از یک مسئله جدیدی به وجود میاد، شما میگی من اومدم قاعده فقهی رو با فقه پویا کردم، اجتهاد رو آوردم روش تطبیق دادم، حکمش رو استخراج کردم، که حالا من میگم اوکی. ولی مگه مسئله قدیمی و با همون احادیث مگه میشه شما یک مسئله رو توی یک فرمولی بدی
یه نتیجه بگیری بعد 100 سال بعد همونو بدی تو همون فرمول یه نتیجه دیگه بگیری، این که نمیشه. این به نظر من شطور سواری دولا دولاست. و اینکه در کل اعتقاد من در مورد احترام به عقاید در کل اینه که بنده اوج احترامم به عقیده دیگران، چه آقا ناصر، چه آقا امید، چه هر کس دیگه ای، اینه که من در برابر مسخره ترین عقاید هم سکوت میکنم. حالا اینکه گفتم مسخره، نه اینکه مال آقا ناصر و آقا امید مسخره باشه، دو طیف متفاوت رو مثال زدم که جهتگیری نکرده باشم. من در مقابل عقاید مخالف حتی اگر به نظرم مسخره بیاد سکوت میکنم تا زمانی که نخوان عقیدش رو به من تحمیل کنن. روزی که آقا عقیدش رو به من تحمیل بکنه به هر روشی، من حق دارم اعتراض بکنم. و این که آقا ناصر ببین، کلا شما اگر بیای بری توی ادیان، 10 ثانیه سپاسگزارم، من اجازه بدین یک دقیقه دیگه صحبت بکنم فقط. من اگه برین شما توی خیلی از ادیان می‌بینی، اصلا خیلی از ادیان کارشون با توهین به عقاید شروع شده. اینی که ابراهیم روز جشنی که مردم رفتن خارج شهر، تبر دست میگیره میره تو خانه خدای اون مردم که حالا اون زمان هم خانه کعبه بوده، بت‌ها رو با تبر خورد میکنه، خدایان اونها رو، بعد تبر رو میذاره رو دوش بت بزرگ. دیگه آقا توهین از این بزرگتر که ما به خدای کسی نداریم که، حالا چون خدا حق باشه چون خدا باطل. مثل اینکه یه روزی من بیام مثلا برم توی یه مسجدی چه می‌دونم پیت بنزین رو بریزم آتیشش بزنم، بعد بیام بیرون بگم خب من خواستم اینا رو به راه راستی که تو ذهن خودم راسته هدایت بکنم. ابراهیم با تبر رفته توی خونه خدا، همه بت‌ها رو با تبر خورد کرده، تبر گذاشته رو دوش بت بزرگ، اومده بیرون. آقا توهین از این بزرگتر مگه ما به عقاید کسی داریم؟ خب ابراهیم که پیامبر خدا بوده، با توهین به عقاید دیگران دین ابراهیمش رو، دین حنیفش رو تبلیغ کرده. حالا شما می‌خوای مثلا بیاری که نه، من فکر می‌کنم که در کل اگر ما بخوایم یک ایدئولوژی رو پیاده سازی کامل بکنیم، مثلا مجبوریم که تو این فاز کلکل با عقاید دیگران بریم، چه مسلمان باشیم چه آتئیست باشیم چه هر چی. ممنونم مهدی جان. ممنونم آقای مهدی. مرسی بابک جان که بهش فرصت دادی صحبتش رو کامل کنه. آقای فرید. ممنونم ازت. خواهش می‌کنم. آقای فرید میشنوید. با درود و سلام به همه. این موضوع خیلی خوبیه، این تاپیک بسیار عالی، خیلی ممنون که گذاشتید. دوستان ببینید، من فکر میکنم که مسلمانان و خصوصا آخوندا اینا از همه بیشتر توهین میکنن به باورها و عقاید دیگران. مثلا ما برادران داریم سنی، یعنی اقلیت سنی، میان هر سال در رسانه ها حتی رادیو تلویزیون دیدیم صدها بار که به عمر، یزید و عایشه حتی که زن محمد بوده توهین میکنن. اینا خیلی افرادی هستن که سنی ها با اونا احترام میذارن، پس میان توهین میکنن و بعض وقت خیلی زشت، یعنی واقعا فحاشی میکنن. و اما راجع به بهائیت صحبت شد، من اینجا 4 سال پیش از آقای خامنه‌ای که هم مرجع هستند، هم ولی فقیه و هم خود را رهبر شیعیان دنیا میدونن، از ایشون دو تا سوال شده، دو تا فتوا دادن راجع به بهائی. ببینید چقدر توهین شده در این. آقای خمینی هم فتوا دارن که باید پیدا کرد، ولی من این فتوای آقای خامنه ای را دقیقا از سایت اون فتوا جوابای فتوا در آوردم، دقیقا بدون هیچ کلمه پس و پیش برای شما میخونم. میگن از اینجا شروع میشه: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. این عین فتواست. گمراه بهائیت، فرقه، اولا فرقه میگه بعد میگه گمراه، این یه توهین بسیار بزرگیه. بهائیان بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند، از مجموع مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان هم بیشتر هستند، نزدیک 400 هزار بهائی داریم در ایران. به این 400 هزار نفر که شهروند ایرانی هستن این میگه نجس. حالا هم نیایید تفسیر کنید که این نجس فکری و ایناست، دقیقا میگه در صورت تماس آنها با چیزی، یعنی نجس
فیزیکی و جسمی هستن اینا. یعنی من اگر با آقای ناصر دست بدم یا از کنارش رد بشم، تنم به تنش بخوره، ایشون باید بره غسل بگیره، ایشون باید بره طهارت بکنه. هر مسلمان اینطور. و این واقعا همونطور که گفتن دوستان، در سال در قرن 21 کسی رو نجس خواندن واقعا شرم‌آور نیست؟ توهین نیست؟ یک حکم دیگه دارم، من ندارم، یعنی یه فتوای دیگه رو آقای خامنه ای ازش پرسیدم. بچه های ما میرن مدرسه دبستان، بچه های باهایی هم میان اونجا، ما باید چیکار کنیم؟ گفتن اجازه ندید بچه های شما با بچه های اونها در رابطه و در چیز باشند، در بازی بکنم مثلا. همچون فتوا من دقیق ندارم، ولی این فتوا هم هست. اکثر علما راجع به باهایی اونها رو نجس میدونن. ممنونم از شما فرید عزیز. بابا جان معذرت میخوام یک ثانیه. مرسی آقای فرید، خیلی سوالی صحبت کردین. نکته جالب اینه که همین دوستان مسلمان که به ما میگن به عقاید احترام بذارید، به محض اینکه دستشون به دست یک بهایی بخوره میرن به قول شما طهارت میگیرن، چون اونا رو نجس میدونن. خیلی ممنون، عالی بود. ممنونم خانم. یه نکته هم اشاره کنم، یک نکته هم من اشاره کنم که در مورد آقای خمینی هم ایشون گفتن که نمیدونم، آقای خمینی هم گفته که آقای خمینی گفته که این طایفه زاله کافر و نجس هستن و به حمام مسلمین نباید وارد شوند. ممنونم بابک جان. آقای خمینی بوده. و البته اینو بگم دوستان عزیز، البته اینو من به دوستان عزیز عرض کنم، ما وقتی که در مورد بهائیت داریم صحبت میکنیم میگیم اینا توهین کردن بهائی به بهائیت، جمهوری بی خدایان عملا دین بهائیت رو چیز نداره، با خود با همه ادیان مشکل داریم. بهائیت هم یکی از اون هست. یک دقیقه صحبت بکنم. نه میکروفونتو ببر لطفا عزیزم. آقای لطفی که در آودینس هستید، چرا درخواست ما رو قبول نمی‌کنید که تشریف بیارید توی اسپیکرها و پاسخ دهی داشته باشید؟ خواهش می‌کنم که درخواست ما رو قبول کنید. کاوه من خوش آمد میگم بهت، خیلی وقت مدریتورت کردم اما در گیر و دار عصبانیت و این صحبت‌ها بودیم، تو بحث بودیم، اصلا فراموش کردم بهت خوش آمد بگم. الان دوباره چشمم خورد به پروفایلت. حالا بعد میایم بهت و باهات صحبت میکنیم حتما. خانم محبوبه رفت. یه خانم محبوبه نامی بود که قرار بود صحبت کنه، یا رفتن ایشون یا از روم افتاد بیرون، متوجه نشدم. الان نوبت خانم الناز فکر کنم. عزیزم، من اون موقع میخواستم صحبت کنم، جواب آقای ناصر رو بدم که دوستان خیلی لطف کردم به بهترین شکل جواب شدن. من دیگه حرفی ندارم ولی نمیتونم خودم اودینس کنم، اگه میشه شما. ببخشید من افتادم بیرون چون با وی پی ان اومده بودم، وی پی ان هم خاموش شد. اگه میتونم صحبت کنم اجازه دارم؟ حتما زنده باشی. درود به دوستان عزیز. در ارتباط با موضوع تاپیکت رو خواستم صحبت بکنم. اول یه چیز رو میخواستم به این آقا ناصر بگم. آقا ناصر، این گوشی که دست شما ساخته دست دوتا آدم آتئیست و کافر هست. اینو خواستم بهتون یادآوری بکنم که حواستون باشه که چیزی که دارید ازش استفاده میکنید اختراع دست دوتا آدم آتئیست و بی خدا هست. یکی این و دیگه این که میخواستم بگم. صدای منو داری؟ بله، میکروفون آقای شهرو باز بود چون عد شدن اومدن بالا، صدا در صدا شد. بفرمایید شما. میخواستم بگم که از چی شما دفاع میکنید؟ دینی که سر تا سرش اصلا خنده است. یعنی شما به هر چیزش که نگاه میکنید فقط باید بهش بخندید. و این چه مطلب مهم که میخواستم بهشون بگم اینه که برای نگه داشتن نظام جمهوری ننگین دیکتاتوری خامنه ای حرامزاده دارید از طریق دین پروپاگاندا میکنین. اینا دیگه همه متوجه شدن و میدونن. متاسفانه خیلی ها شاید ندونن که وجود دین و مذهب باعث میشه که جمهوری کثافت حرامزادگان بیشتر توی رأس بمونه. ولی من متاسفانه باید بگم که سخت در اشتباهین و طبق آماری که گرفته شده ایران جزو بیشترین آتئیست های دنیا رو داره، بعد از فکر میکنم البته مصر یا
حالا یه کشور دیگه‌شو یادم نیست، بعد بهتون بگم که تنها خدمتی که خامنه‌ای حرامزاده در حق این ملت ایران کرد این بود که چهره واقعی اسلام رو نشون داد به مردم. و خیلی خوشبختم که تو قرنی دارم زندگی میکنم که از طریق علم و تکنولوژی که در اختیار مردم قرار گرفته خیلی‌ها به این واقعیت پی بردن. و اینکه حرف از نجاست بهایی شما میزنین، میگم دیگه همه چیز این دین سر تا سرش خنده و مسخره و باعث میشه که بهش توهین کنی، یعنی بدترین توهین ها رو بکنی. شما فکر کن که من از یه خانواده بهایی به دنیا میام، یعنی یه نوزادی هستم که پدر مادرم بهایی هستن و من تو اون خانواده به دنیا آمدم، من چه تقصیری دارم که پدر مادرم بهایی هستن که من باید توی جامعه فردا مجازات بشم؟ میخوام بهتون بگم که فقط اسمش رو قشنگ میکنید، میایین هر دفعه با یه اسمی اونو قشنگ میخواییم به مردم غالب بکنید، در صورتی که این دین نه دین مهربانیه، نه پیامبر مهربانی داره، پیامبری که صد تا زن میگرفته سیغه میکرده، بهشون جفا میکرده، به ایرانیا حمله کردن، نمیدونم بهشون به زناشون تجاوز کردن، مردشون رو کشتن. میخوام بدونم که این دین چه دین مهربانیه؟ شما به چی میگی مهربانی؟ این که اگر من دین ندارم ناخدا باورم، به شمایی که دین داری، به شمایی که هزار و یک چیز بد رو داری ترویج میدی کاری ندارم، شما هم نباید به من کاری داشته باشی، چه اجباریه؟ به قول اون دوستمون های علی آقا گفتن، تا زمانی که شما عقایدت رو توی منزلت نگهداری، توی فکرت نگهداری، به من کاری نداشته باشی، خب مسلما منم با شما کار ندارم. من اینو بهتون بگم، اگر الان داره به دین شما، به اعتقادات شما توهین میشه، به خاطر اینه که شما سالهاست این خشم رو توی وجود مردم بزرگ و بزرگ و بزرگتر کردیم. من اساسا رفت جان 10 ثانیه زمان داره. و اگر این خشم رو انسان، خود انسان اگر تخلیه نکنه، اتفاقات خیلی بدتری میفته. فقط میخواستم بهتون بگم که دیگه دورتون تموم شده، دیگه به هر نحوی هم که بخواین این دین رو خوشگلش بکنین متاسفانه جواب نمیده. خیلی ممنون از وقتی که به هم دادی. خواهش میکنم آقای مهران بفرمایید، 3 دقیقه وقت دارید. بله، درود بر شما. صحبت از انسانیت شد، به نظر من انسانیت یعنی فوش. ببینید انسان چه بلایی سر هم نوع خودش داره میاره، چه بلایی سر طبیعت داره در میاره. و اینکه ببینید که به نظر من به ترس های خودتون بپردازید، ببینم خدا و دین رو برای چی میخواید، با ترس هاتون روبرو بشید، ببینم خدا رو واسه چی میخواید. علیرضا شیر محمد علی به خاطر اعتقاداتش توی زندان با 30 ضربه چاقو سلاخی شد. حجت المحمود توی زندان شیبان اهواز به خاطر اعتقاداتش زیر شکنجه بدنش فلج شد. توی قرآن که ما میخونیم انواع سوره ها اومده که مخالفین و مشرکین رو به بوزینه و میمون و خوک چیز کرده، تشبیه کرده. درسته من عنوان مشرک شبیه خوکم، آباتون هم که نگاه کنید درسته شبیه خوکم، ولی از نظر من کسی که میاد همچین صحبتهایی میکنه، این کتاب از طرف خدا چیز نشده، نازل نشده. و اینکه دینی که بر اساس ظلم و بر اساس کشتار باشه، از دید من آسمانی نیست. و صحبت من همین. ممنون از شما. تشکر میکنم از شما آقای مهران. آقای پیمان در خدمتون هستیم. درود، خسته نباشید. میخواستم من دوستان همه نکته ها رو گفتن، منم نکته خودم رو بگم، نظر خودم. انسان ها در سنین مختلف باورهاشون و اعتقادشون، افکارشون و شخصیتشون ممکنه که 100% تغییر پیدا میکنه. کسی که 15 سالشه با وقتی که 30 سالشه، اون طرز فکر، شخصیتش و باورش تغییر پیدا میکنه. و خوبه که انسان وقتی که در سنین مختلف خودش اون باورش تغییر پیدا میکنه، اون اعتقادش و اون افکارش داره تغییر پیدا میکنه، این که اول از همه خودش رو انتقاد کنه و پرسش کنه
و بره تحقیق کنه در باره باور و اعتقادی که داره به یه جنبندی یه کاملی برسه. و این هم همیشه بدونه که تا وقتی که اون باورش و اون عقیدهش اون فکرش به کسی ضرری اون باور و عقیدهش به کسی بیاد ضرری برسونه یا ضد حقوق بشر باشه، اینم باید بدونه که یک فرد یا یک جامعه اونو میتونه انتقاد کنه و حتی میتونه اونو سرکوب کنه اگه خیلی غلط باشه. اینو انسان ها باید در نظر بگیرن که راجب تو این به اعتقاد و خوب بد زشت این تاپیکتون من صحبت کردم. خیلی ممنون که وقت دادید. ممنونم آقای پیمان. آقای صبحان شما رو میشنویم. با توجه به اینکه پروفایلتون نوشتید که براندازها باعث شدن که شما پیت رای بدید، حالا البته ازتون خواهش می‌کنم در مورد تاپیک صحبت کنید. ممنونم. سلام، خسته نباشید، شبتون بخیر. آره در مورد تاپیک صحبت میکنم. آره توهین به عقاید که حالا کلن چیز زشتیه، یعنی حالا توهین به هر نوعیش فکر میکنم زشت باشه. حالا مثالی که دوستان که میگن حالا اینجا به حالا به اول من مسلمونم شیعه هستم، حالا مثلا اینکه توهین میکنم از همه ایراد نداره، خب آزادن توهین کنن. اما مثال میتونم بزنم، میگم که حالا اینا که مثال میزنن میگن مثلا خاطر بر عمل کرده حالا جمهوری اسلامی یا حالا حکومت یا یه مسلمون باشون باعث شدن که بند بگن مثلا توهین کنن به حالا دین به اسلام یا شیعه، مثل اینه که مثلا من آمدم توی گروه بی خدایان و میبینم که خب دارن به عقیده من توهین میکنن، بعد من این رو بذارم به پای مدیریتورها و حالا مدیرای گروه، بیان بگم خب اینجا داره به من توهین میشه، منم پس بیان به بی خداها و مدیراش توهین میکنم. حالا من از حرف زیاد ندارم، میتونم وقتم ادامه وقتم با آقای ناصر بدم چون من خیلی نمیتونم صحبت کنم. بله محفوظ میمونه برای ناصر. ادامه وقتم با آقای ناصر. الان استفاده کنم؟ الان نه. اضافه میکنیم به وقتت. آقای یاشار، ناصر جان دور اولی داریم، میدونی آقای یاشار، آقای شهرو، آقای شفی اصلا صحبت نکردن به اون دلیل. آقای یاشار بفرمایید. با درود خدمت دوستان گرامی، اهم از مسلمان، باورمند، غیر باورمند، آتئیست و بقیه دوستان، خدمت شما عرض کنم من یه چند دقیقه‌ای که منتظر مونده بودم بحث‌های دوستان رو شنیدم، تقریبا همه بحث‌ها گفته شده، تمام موارد گفته شده، اما اون چیزی که من می‌خوام بگم در زمینه اینه که یکم جمع‌بندی در واقع بحث دوستان هست، اینه که اسلام به عنوان یک دین یا یک باور یک دستورالعمل و یک استراکچر داره. دستورالعملش قرآن هست. ممکنه آیت الله احمد خمینی، احمد خامنه‌ای، این احمد کی بود این یارو خاتمی بگی که آقا مثلا اگر یه دونه یهودی رو دیدیم مثلا با چوب مثلا بیسبال بزنید تو سرش، آیت الله محمد خاتمی بگی که نه با چوب مسواک بکنید تو چشش. جفتش اینا در واقع میشه گفتش که آزار دادن هست. ما به عنوان یک انسان دستورالعمل انسانی رو باید دنبال کنیم. انسان هیچ کسی رو آزار نمیده. من میخوام از این جهت بگم ما با توهین مثلا به دین مثلا برداریم توهین کنیم به دین. من خودم یه آدم بدون باور هستم، در یک خانواده شیعه به دنیا اومدم، روزه رفتم، گریه کردم، من روزه گرفتم، همه این کارهایی که آقای ناصر و بقیه هم میکنن انجام دادم. من کسی نیستم که به قول معروف به صورت مادرزاد آتئیست به دنیا اومده باشم. اما من میخوام اینو بگم متر ما در سالی که 21 سال از قرن 21 گذشته باید انسانیت باشه. ما اگر بخوایم توجه کنیم که مثلا نمیدونم حضرت فلان نمیدونم داشت میرفت اونجا، یه روایت اومد که من این راویش سنی بود، نه مثلا قبول نیست، اون راویش من فلان بود، اینا رو ما باید بذاریم کنار. اسلام دو تا به قول معروف چی میگن شعبه داره. شعبه اش یکیش هست که به صورت انسانی شما میتونید رعایت کنید که مثلا شما رو انسان بهتری میکنه، میگه آقا
روزه بگیر به خاطر اینکه نمیدونم خودکنترلی میاره، نمیدونم فلان فلان، حالا یه سری به باورمنداش اون کارا رو انجام میدن. یه سری چیزایی داره که به ما میگه آقا نمیدونم من روزم تو هم نخور، نمیدونم من مسلمان تو هم مشروب نخور. خب اون چیزا توهین به عقاید، چون شما اگر در اسلام نگاه کنید، گفتم دستورالعملش که قرآن هست، نگاه کنید بر مبنای برتری جویی قرآن نوشته شده، یعنی یک سری انسان‌ها مثلا فقط مرد هستن، اونا برتر هستن، سفید به سیاه برتر هست، مرد به زن برتر هست، نمیدونم دیندار به بیدین برتر هست. خب این برتری‌ها رو ما اگر بخوایم بیایم اجرا کنیم، یه آیت الله پیدا میشه میگه بله مثلا فقط باید شما معتقد به ولایت فقیه باشی تا مثلا بهت مثلا سهمیه گوشت و نمیدونم نون و کار و فلان داشته باشی، اونایی که باور ندارن هیچی نباشه. ما به عنوان یک انسان که به عنوان انسان قرن 21 داریم زندگی میکنیم، اگر بخوایم بر مبنای همین عقاید هی با هم بریم جلو، بگیم عقایدمون اینجوری، اون وقت با تو فوش بده، اون به قول معروف از خودش بخواد دفاع کنه، به جایی نخواهیم رسید. اگر ما میخوایم به جایی برسیم، باید عقایدمون رو برای خودمون نگه داریم. این حرف من بود. حالا ممنون که این وقت رو به من دادید. من میرم پایین و میشنوم حرفاتون رو. متشکرم بازم. خیلی ممنونم. خانم مدیر اجازه هست من یه 30 ثانیه نکته بگم خدمت حتما. ممنونم. خدمت آقای صبحان. جناب صبحان، شما تشریف نداشتید. ما اینجا توضیح دادیم که به انسان‌ها از گل نازک‌تر نمیتوان گفت، اما عقایدی هستند که از نظر من غلطن، لذا میتوانم به آنها توهین کنم. اگر شما فکر میکنی توهین به عقیدت، توهین به شخص خودت هست، لطف کن برای آرامش خودت عرض میکنم به عنوان یک همزبان هموطن، از این اتاق برو بیرون. وگرنه من اجازه دارم به عقیده فردی که میگوید میخواهم رأی بدهم بدترین توهین ها را بکنم. شما هم اجازه دارید به همین عقیده من بدترین توهین ها را بکنید. لذا توهین به عقاید توهین به افراد نیست. خیلی ممنون. تشکر میکنم سامان عزیز. آقای شهرو بفرمایید. آقای شهرو تشریف دارین؟ میخواستم بگم صدای من قطع میشه. آه چقدر برم، اجازه بدید من جا مو عوض کنم. آه خانم شهری هستید، عذرخواهی میکنم. نه عیبی نداره. من میخواستم بگم که اولا درود به همه ایتیست های گروه، فقط بعدم اینکه شما این تیترتون توهین به عقایده. ببینین تو یه عقایدی هست که خودش توهینه، قوانین اسلام تمامش توهینه، هیچ کدومش درست حسابی نیست. و یک زمانی بود که کافر فوش بود و مؤمن خوب بود. الان من با افتخار میگم، با افتخار که توهین مؤمن رو من و خانوادم نیست. ما کافریم به این دلیل که به دین به طور کلی، به هر قانونی که حالا اون موقع اسمش دین بوده، مال 1700 2500 1400 سال پیش بوده، اگر کسی عقیده داره درست، یعنی این که عقیده داره به جای ماشین پرنده الان خر پرنده باید بلندش را بره. من به اون آخوندهایی که حتی اینجا هستن، یکی دوتا مون پایینن، آقای لطفی که حرفاشو گوش کردن، ابداً ابداً اگر احترام بگذارم، یعنی در حد اونا خودم رو آوردم پایین، دفاع از قوانین مخصوصاً اسلام، قوانین دینی مخصوصاً اسلام، درست مثل این مونه که شما پشت پنجره وایستادین، یک مرد ریشو 70 ساله 80 ساله داره به یه دختر 10 12 ساله تجاوز میکنه و شما وایستادین اونجا هیچی نمیگین. شما به ما، من خودم رو بگم، خیلی خیلی بیشرفم اگر که به قوانین شرم‌آور و فجیرانه و وحشیگرانه اسلام توهین نکنم. آخه چطور ممکنه؟ چطور ممکنه من توهین نکنم به اون مردی که زنبازه متجاوز به 9 ساله؟
توهین، فوش، توهین برای همینه. وقتی نمیتونیم یه چیزی رو زورمون نمیرسه از بین ببریم، باید خودمون رو با فوش تخلیه کنیم، مثل فضولاتمون که باید تخلیه کنیم، مثل دماغمون رو که باید فین کنیم، این هم باید تخلیه بشه. نه، هیچ دفاعی نداره. اون آخوندی که بعد از من قراره شریف حرف بزنی، هیچ دفاعی از شماها، اصلا هر دفاعی از شماها باعث میشه که ما یکی از شماها بشیم، اگر به شماها توهین نکنیم. مرسی. این وقت اون از خودمونه خانم شهرونیگر، نباشه خودمونه، از خودمونه. اوکی، حالا اون لطفی که اون پایینه چی؟ اون من صبح حرفاشو گوش میکردم. راست خانم شهرونه، منم خودمو خالی کردم، ببخشید. نه، خواهش می‌کنم. ممنونم از شما خانم شهری گرامی. آقای شفیعی، 3 دقیقه وقت دارید. سلام علیکم خدمت همه دوستان، حالا مسلمان و تیس هایی که هست و خانم شهرو، بنده آخوند نیستم، ما خودی هستیم. مثلا میخوام در مورد توهین به عقاید مثلا صحبت کنم. این مسلمان هایی که همش دارم از توهین به عقاید، بالاخره احترام به عقاید میزنن، خودشون هیچ وقت به یک مذهب یا دین دیگه هیچ وقت احترام نمیزنن، ولی این انتظار دارن که بقیه بهشون احترام بذارن. ما احترام به عقاید از ابراهیم بتچکن یاد گرفتیم و از محمد بتچکن. اینا وقتی میرن بتای اون بتپرستا رو داغون میکنن، این هیچ اشکالی نداره، ولی اگه طرف مثلا به خدای مسلمانای ایرادی بگیره، این میشه مثلا مشکل و این مسلمان ها بهانه میگیرن. خب آقا جان، این بتی که مثلا حضرت ابراهیم شکست و حضرت محمد وقتی بتای اون مکه رو شکستن، خب اینا هم واسه اون بتپرستا اینجا مقدس بودن، چرا اینجا احترام به عقاید رعایت نشد؟ و وقتی که محمد سوره قرآن رو ببینید، اگه اشتباه نکنم سوره های مدنی فکر کنم هر فصل حدوثی میزنه، من اینو قاطی کردم، ولی وقتی محمد میاد مکه با قدرت میرسه، مثلا همه رو شروع میکنه به کشتن، به بقیه عقاید احترام نمیذاره وقتی که قدرت میگیره، و این پیامبر اون دینی هست که این کارا رو میکنه و ما انتظار نداریم که مسلمان ها مثلا بیان به بقیه احترام بذارن. تو آیه های قرآن میبینم آیه های زیادی هست که میگن انسان هایی که دین ندارن باید کشته بشن، این ناز زنازاده هستن، اینا نجسن. تو سوره جمعه میگن اینایی که حالا یهودی هن یا بیدین هن، مثل این الهه هایی هستن که بار هم میکنن و نمیفهمن کجا میرن. آیا ما به نظر شما هر عقیده محترمی ما باید احترام بذاریم؟ آقایونی که عقیده دارید به اسلام، اینا توی اسلام زن هیچ ارزشی نداره. زن حدیث هست که زن ناقص العقله، اگه یک زن یا یک سگ یا کسی از جلوی درد روی آدم موقعش نماز میخونیم رد بشه، نماز باطله. نگاه کنید، حتی یک زن رو با یک سگ داره برابر میکنه. آیا این دین به نظرتون مثلا این عقیده احترام باید گذاشت بهش؟ داعش باید بهش احترام گذاشت؟ به طالبان، به هیتلری 6 میلیون یهودی رو همینجوری کشت باخته این یهودی بودن، آیا به این چیزا میشه احترام گذاشت؟ کسایی که میگن من مسلمونم باید به عقاید من احترام بذارید، نه، به هیچ عقیده ای نمیشه احترام گذاشت وقتی که اون عقیده ضد حقوق بشر باشه. مثلا تو مذهب شیعه علنان آخوندها میرن روی منبر میگن کسانی که دین ندارن باید برن از پدر و مادرشون بپرسن، کسی که حب علی تو دلش نیست، آیا حلالزاده است یا حرامزاده. آخه اگه نگاه کنید، ما میدونیم پدر و مادرمون کیه، ولی اگه شما تو داستانای تشیع رو بخونید، امام موسی کاظم اصلا همه عمرش تقریبا تو زندان بوده، بعد میبینید چقدر زن و بچه داشته، یا فلان امام هر روز تو نماز و سفر بوده، ولی می 100 تا زن و 200 تا بچه از هر تپه ایران و بیرون امامزاده میاد. به نظر شما کی پدر و مادرش رو باید بپرسه که کی هست؟ ما یا حرامزاده ایم، یا مثلا اونی که معلوم نبود کجا بود، تمام عمرش تو جنگ و جهاد بود، میومد خونه بعد 15 ثانیه. شافی عزیز، خلاصه بگم که این مسلمانایی که میگن مثلا به عقاید احترام بذاریم، اینا خودشون به هیچ عقیده‌ای به هیچ وجه احترام نمیذارن، تا جایی که مثلا ضعیفن، در قدرت نیستن، ولی وقتی قدرت دستشون بیاد به هیچ عقیده احترام نمیذارن و میگن ما فقط قانون شرعی اسلامی رو میخوایم، مثل اروپا مثلا که مسلمان‌ها تو دو مرحله به اروپا حمله کردن. مرحله اول به خاطر این بود که همه جا رو اسلامی و اسلام سازی بکنن، الان که به اروپا حمله کردن از ترس همون اسلام و اسلام سازی که تو کشورهای خودشون اتفاق افتاد، الان از ترس همون اسلام جونشون تو خطر اومدن تو اروپا. بعد اینجا چون زورشون نمیرسه میگن ما همه انسانی، ولی تا چند سال دیگه اینو قدرت بگیرن
مثلا ممنونم. تو دیگه هیچ عقیده احترام نمیذارم. ممنونم از نظراتت. ببخشید شریف جان، تو رو خدا عکستو عوض کن حتی یه لحظه. ببخشید چشم این کلان جمع شوخی و فان داره. ببخشید البته عکسش ترکیبیه، حالا به حساب نمیدونه خانم شهرو. خوب به خاطر اونه. اوکی دوست بعدیمون آقای حسین. آقای حسین 3 دقیقه وقت دارید. جناب آقای حسین صالحی، من چون تازه عضو شدم شنونده خواهش میکنم. کاوه جان دوباره به سلام مجدد میگم، خواهش میکنم که اگه صحبتی داری ما میشنویم. سلام مرشا، من تا چشم ها باز کردم اونم داخل روم شما، من بکنم ساعت های خیلی خوبی شما اینجا بودیم و من از دست دادم صحبت بچه ها رو. ممنونم که دعوتم کردین. اما من ناصر رو نمیبینم. ناصر رفت متاسفم. آقا ناصر اومدن آره. مثل این که ایران کلن کلاب هاوس فیلتر شده، مثل این گویا با دو تا مقصر تو سهیلا هستین به طور خاص. آها بله من خدمت هستم که من فکر میکنم خیلی صحبت شده، من نبودم، ولی خب منم حالا صحبت خودم رو بکنم. چیزی که میشه تو رومای خودم هم گفتم، خود من شخصا به عقیده احترام نمیذارم، خود عقیده رو قابل احترام نمیدونم. من به خودم اجازه میدم که ازش کاریکاتور بسازم. من به خودم اجازه میدم که اگر نقطه ضعفی داره اونو به ریشخند بکشم. اما اگر فرد مسلمانی، یهودی، مسیحی، هر تفکری عنوان انسان جلوی من وایستاده، هیچ وقت انگشتم رو به طرفش نمی کنم و به عنوان اینکه مسلمانه و اون عقایدی که قبلا من در یک میتینگ بهش خند کشیدم اونو بهش خند میشتم. منظور من این هست، حق انسانی هر کسی هست که عقیده متفاوت از من داشته باشه و اون حق برای من حرمت داره و اون حرمت انسانی است که من باید نگه دارم. جالب اینجاست بیشتر ادیان الان به این واقف شدن. مسیحیت کاریکاتور از جیسوس میکشه، هیچی صداش در نمیاد. اما هنوز اسلام نتونسته با این کنار بیاد و هنوز میبینیم که با کارد و شمشیر تو خیابون دلروده است که میریزن بیرون به خاطری که به عقیدهشون احساس میکنن که توهین شده. ممنونم بچه ها، رو من صحبت میکنم. بسیار عالی، ممنونم ازت کاوه جان. ناصر با محاسبه وقت صبحان لطفا صحبت کن. ممنونم لطفتون. من یه چیزی اگر... بگم قبل از ناصر، اجازه دارم چیزی بگم؟ بله. عرض کنم به خدمت که بعضی از دوستان میان میگن که توهین به عقاید یا مقدسات رو خوب نمیدونن و تلاش می حالا سکوت کنم و زشت میدونن این قضیه رو. من فقط میخوام یه موردی رو داره، یکی از دلایل میخوام بگم، اونم اینه که توی سالیان گذشته، تو حداقل میتونم بگم توی 10 سال 15 سال گذشته، این بچهای آتئیست بودن که با تقدس زدایی و توهین به ادیان و حالا اینجوری که اینا توهین میشناسن عملا، اینا باعث شدن که تعداد، یعنی این شک و شبهه توی عملا دیندار، حالا در هر فرقه مهم نیست چه مسلمان باشن چه مسیحی باشن، در اونها این شک و شبهه ایجاد بشه که اوکی میشه به این دین شک کرد، میشه به این باورها شک کرد. اون چیزی که این به حساب علمای دینیشون دارن اعلام میکنن به این صورت هم نیستش. میخوام بگم که این توهین و تقدس زدایی اتفاقا خیلی عالی بوده و عملا میتونم بگم نتیجه مثبت داشته نظر من، حالا شاید هم اشتباه باشه نظرم. ناصر جان بفهم. عرض میکردم اگر خدای نکرده یک مسلمانی، یک غیر مسلمانی رو، حتی اگر کافر باشه، حتی من تو کلامت یه بار دیگه میام فقط میخوام بهت بگم که میخوام 8 دقیقه بهت وقت بدم در مورد صحبتهایی که بچه ها کردن صحبت کنیم. ممنونم. اگر خدای نکرده یک مسلمانی، یک غیر مسلمانی رو، فرقی نمی کنه، خب پیرو اهل کتاب باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، کافر باشه، از هر عقیده باشه، اگر خدای نکرده قذف بکنه، یعنی نسبت زناشویی به اون بده، به موجب قوانین شرع مبایستی تعذیر بشه، یعنی شلاق بخوره.
نسبت حرامزادگی دادن به هر انسانی شرعاً جایز نیست. یکی از صحابه امام صادق، یکی از شاگردان ایشون بود، یکی از اهل کتاب رو، یکی از یهودیان مدینه رو با لفظ یبن فاعله خطاب کرد، یعنی فرزند مادر بدکار. حضرت فرمود برای چه به مادرش ناسزا بگی؟ گفتش که این اهل سنده، کافره. حضرت فرمود اهل سند باشه، کافر باشه. اگر تو نشنیدی لکل قوم نکاح، برای هر قومیتی نکاحی هست. تو روایت هست که امام صادق دیگه با اون فرد هم قضا نشد، یعنی دیگه حاضر نشد هم سفره اون فرد بشه. گفت از چشمم افتاد این فرد. با استناد به همین حدیث ما میگیم و روایات دیگه هست، تهمت زنازادگی زدن به دیگران مطلقا جایز نیست، حتی اگر اون فرد هم کیش ما نباشه. درباره ارتداد که بحث شد، دوستان عزیز، شما در قانون مجازات اسلامی ما ردی از ارتداد نمیبینید. یک ماده در خصوص ارتداد وجود نداره. ارتداد یعنی چه؟ یعنی کسی دینش رو تغییر داد، بکشیمش. اگر کسی دینش رو تغییر بده در ایران کشته نمیشه. شما مدعی هستید میشه، برید در قانون مجازات اسلامی ایران بررسی بکنید، یک ماده بیارید که ناظر به جرم انگاری شدن ارتداد باشه. بله، این انسانهایی که کشته میشن، انسانهایی که نام برده شد، علیرضا محمدی، اونها عناوین مجرمه، محسن، اونها عناوین مجرمانه مختلفی دارن. حالا من میگم، من در مقام دفاع از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیستم، در این روم در جمهوری اسلامی نقشی هم ندارم. ولی عزیزم، اونها برای جرمهای دیگه کشته نشدن، اونها به دلیل ناباور بودنشون کشته شدن. و یک نکته ای رو عرض کنم، یکی از این افرادی که شما فرمودید، حالا من این افراد رو نمیدونم، اما یکی از این افرادی که مطرح شد به جرم ارتداد کشته شده تغییر دین، من از یکی از افراد با نفوذ شنیدم که میگفتن جرمش جاسوسی بوده و این جور چیزا. ارزش گذاری نمی کنم. اما اگه بگم مذرم ناصر جان، میکنم تو میوت کن سر جان، ببخشین ناصر جان. یه مسئله هست که هممون هم میدونیم، اینم نخنما شده دیگه، هم گفتنش واقعا ضروری نیست ناصر جان. سیستم به صورت سیستماتیک وقتی که شما رو دستگیر کنه به جرمایی که حالا خودش میدونه، همین ارتداد رو، هیچ وقت به خاطر مجامع بین‌المللی و فشارهاش شاید اسم مرتد رو نیاره، ولی لیبل های مختلفی بهش میزنه. ناصر جان این هم در نظر داشته باش، این واقعا داره اتفاق میفته. بله، عرض کردم ما جرائم مختلفی داریم، ولی ارتداد جرم انگاری نشده. اون جرائم مختلف هم که من سریع قبل عرضم، حدودی که برای افساد فی الارض هست، محاربه هست، شرب خمر هست، اعمال منافی عفت هست، همه اینها با توبه ساقط میشه. این اگر فرد قبل از دستگیری توبه بکنه قطعا بخشوده میشه. جرم قطعیت، اگر کسی دزدی بکنه، در قانون مجازات ما اومده که باید دستش رو قطع کرد با شروطی. این فرد اگر قبل از صدور توبه قطعا بخشیده میشه. این مسلمات فقهی ماست. این مطالب بود که من عرض کردم. یه نکته دیگه که به ذهنم میرسه، شما رسما بایستی جمهوری اسلامی رو از دین جدا بکنید. من در مقام دفاع از جمهوری اسلامی بودم، من در مقام دفاع از اسلامم، اسلامو بزکم نمی کنم، اسلامو همونطوری که هست ارائه میدم، حالا باب خوشایند کسی باشه یا نباشه. من صرفا اسلام اونطوری که هست میگم، این رو مد نظر قرار بدید. یه نکته دیگه هم اجازه بفرمایید، من فراموش کردم متاسفانه، الان میگم محضرتون. اما در خصوص سکولاریزم همه مطلبی بگم، ناکنین لزومن سکولار بودن ساختار سیاسی منافاتی با دین نداره. تشکیل حکومت دینی مستلزم اینه که دو فاکتور در کنار هم باشه. یک، اکثریت. اینو میخواستم بگم، تو آخه مباحث غیر مرتبط به تاپیک هم خیلی مطرح شد، اینو میگم خیلی مهمه. تشکیل حکومت دینی دو تا مؤلفه داره. یک، اکثریت مردم یک جامعه مسلمان باشند. دو، اون اکثریت واقعا باور داشته باشند به اسلام، یعنی بخواند اون
آیین اسلام اجرا بشه، صرفا مسلمان شناسنامه‌ای نباشند. اگر این دوتا در کنار هم باشه، ما میتونیم در جامعه حدود اسلامی رو رعایت کنیم. مثلا مثلا جلوی جرم بی‌حجابی رو جرم انگاری کنیم و جلوش بیستیم، هر کی بی‌حجابی کرد بگیریمش. اما اگر در یک جامعه تعادل جمعیتی به هم خورد و یا اون تعادل جمعیتی به هم نخورد، اون اکثریتی که شناسنامه مسلمان بودند دین رو از صمیم قلب نمیپذیرفتند، اینجا اجرای حدود اسلامی میشه تحمیل کردن و تحمیل کردن تبعات بدی رو داره. و اینجا در چنین جامعه اگر سکولاریزم حاکم باشه به مراتب بهتر از اینه که اون جامعه دیندار باشه. این نظر شخصی منه. حالا اگر بنده تو طول عرایزم به کسی توهین کردم عذرخواهی میکنم. این عقاید منه. خیلی هم خوشحال میشم با آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی، یک مناظره ترتیب بدید راجع به همون مبحث حقوق زن یا هر مبحث دیگه‌ای که صلاح میدونید بشینیم گفتگو بکنیم. بنده از مناظره و گفتگو کردن فرار ندارم و خیلی هم خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. ناصر عزیز ببخش من یه چیز بگم، نه در مورد مناظره، ناصر عزیز، مناظره های ما معمولا تو یوتیوب و فیسبوک برگزار میشه و ما برنامه داریم برای این قضیه. این توی به حساب کلاب هاوس فکر نمی کنم بچه ها حالا به حساب حوصله شون بکشه که بخوان شنونده ها بمونن و مناظره رو به این صورت ببینن. لایو اینستاگرام خوبه به نظرم. ما معمولا برنامه هامون داخل یوتیوب و فیسبوک هم زمان هستش که اونجا هم اگرم اون مناظره ها ثبت میشه ماندگار میشه، هر کس هم هر زمانی دوست داشت میتونه به حساب مراجعه کنه بهش و دوباره بتونه ببینه. اینو خواستم در مورد مناظره بگم. اگر دوست داشته باشید در یوتیوب میتونیم برای این قضیه در خدمت باشیم. کرمی جان فکر کنم یه صحبتی داری شما. ممنونم ازتون. در مورد فرمایشات جناب ناصر من یکی دو تا نکته به نظرم رسید. ایشون فرمودن که کلن از لحاظ دین اسلام و طبق احادیث یه سری احادیث در واقع تعریف کردن که گفتن توهین کردن به هر کسی حتی اگر کافر باشه ممنوعه و گفتن کلن اصلا امکان نداره کسی رو بخوایم در واقع بخواد بکشن مسلم به خاطر توهین یا مثلا به خاطر عقیدهش یا به خاطر چیزای اینجوری. خب حالا ایشون نمیدونم در جریان بودن، من یکی دو تا احادیث گفتم، مثلا از خود پیغمبر نقل شده تو کتاب سنن الکبری، ایشون گفتن هر کسی دیدید به روش جاهلیت عزاداری میکنه عذر میخوام آلت پدرش دهنه، بهش بگید آلت پدرت دهنت. از امام حسین نقل داریم مثلا گفته مثلا فلانی اگه حرفتو گوش نکرد بگید فلان مادرت رو گاز گرفتی. از این چیزا زیاده، کلا خودشون ماشاءالله کم فحاشی و چیز ندارن، حالا به خود قرآن کاری نداریم. ولی بیشترین چیزی که برای من جالب بود این هستش که حالا ایشون میگن که حالا طبق فتوای آقای جناتی که من رفتم چک کردم درست میگن، گفتن مثلا کافر رو نجس نمیدونه ایشون، یا مثلا طبق نظر خودشون میگن کسی کشته نشده. اوکی من فرض میکنم یکی از مقلدین گفته کافر نجس نیست، یا مثلا گفته حکم مثلا صاحب النبی قتل نیست، ولی من نوعی وقتی توی جامعه بین این همه مسلمان دارم زندگی میکنم، من از کجا باید بدونم اون مسلمانی که داره میاد سمت من مقلدش مثلا آقای جناتیه یا مثلا فرض کنید سیستانیه، اون یکی که حکمش اینه که باید طرفو بکشی دست دیگه رسید. شما انقدر ماشاءالله این هر کسی واسه خودش تفسیر به رأی میکنه و هر کدوم از این شیعه هم که ماشاءالله دیگه چیزی با سنی یا حداقل یه اصولی دارن میگن کتاب خدا سنت پیغمبر تمام، شیعه واسه خودش هر لحظه یه چیزی تفسیر میکنه، در هر لحظه یه دونه حکم در میارن، یه فتوا در میارن و متغیر هست و هر لحظه به هر رنگی که دلشون بخواد میتونن در بیارن حکمشونو. الان در مورد مثلا فرض کنین همین مسئله کشتن کافران فکر مثلا زیاد داریم، مثلا آقای احمد کسروی مگه نبود آقای آیت الله صدر حکم ارتدادش رو صادر کرد زدن کشتنش، آقای رافق تقی مقاله نوشته بود آقای لنکرانی حکم قتلش رو صادر کرد فتوای قتلش رو صادر کرد زدن کشتنش، همین حتی یه صفحه طنز امام نقی که مثلا حدود 10 سال پیش توی فیسبوک راه افتاده بود آقای گلپایگانی فتوا داد گفت گردانندگان این صفحه همشون مرتد هستن باید بکشیدشون. آقای نجفی مثلا شاهین نجفی که آهنگ نقی رو خونده بود آقای ملکوتی فتوا داده گفته ایشون رو هر کسی دستش رسید بکشه. خب دیگه حالا وارد داستان آقای سلمان رشدی نمیشیم که دیگه این خود آقای خمینی فتوای قتلش رو صادر کرده بود هنوزم در جریانه، حتی بعد از اینکه خود خمینی مرد گفتن بیاید حالا این حکم رو بردارید، گفتن نه دیگه این فتوا رو چون خود خمینی دفاع خودش میتونست برداره همین الان هم ایشون طبق فتوای آقای خمینی واجب القتله تا
تحت نظره. تازه توهین هم نکرده بود، ایشون یه رمان خیلی معمولی نوشته بود، توش به یه واقعه تاریخی قرآنی اشاره کرده بود، یعنی اصلا توهینی هم نبود. ای کتاب بخونین اصلا توهین نیست، فقط یه دیگه از تاریخی که واقعا اتفاق افتاد، تاریخ اسلام راجع به دو تا آیه‌ای که پیغمبر منتشر کرده بود، بعد راجع به از بت‌های مکه به اصطلاح تعریف و تمجید کرده بود، بعد دیده بود مثلا چیز شده واسه اینکه نظر بت پرست رو جلب کنه، بعد زده بود زیرش گفته بود نه این آیه غلط بود، شیخان به زبان من نازل کرده بود و فلان برشون داشت، از مال سوره نجم بود، در آورد آیه ها رو با یه چیز دیگه جابجا کرد. این فقط به خاطر اینکه به این واقعه تاریخی که هزار تا مستند داره اشاره کرده بود محکوم به قتل شده. بعد واسه هم خیلی جالبه که این همه ما موارد داریم، حالا تازه اینا آدمای معروف هستن که ما میشناسیم، اونایی که به قول ایشون مثلا چیز نیست، اون آدمای کوچیکی که مثلا اصلا دیده نمیشن و کاری نداریم، اون وقتی چند تا چیز به این بزرگی داریم دیگه کوچیکاشو کاری نداریم. اون خیلی جالبه که ایشون اصلا میگن نه کسی ما اصلا فتوای قتل نمیسو حکم سب و نبی رو، یعنی ایشون اصلا زیر سوال دارن میبرن یا اصلا خود چیز رو. حالا به نکته خوبی هم اشاره کردن، میگن اگر کسی کشته شده طبق عناوین مجرمانه دیگه کشته شده، یعنی خودشون هم به طور تلویحی، من برداشتم از حرفشون اینه، به طور تلویحی دارن اذعان میکنن که ما اینا رو دستگیر که میکنه دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان ارتداد و کافر حربی و کافر مثلا سب و نبی نمیکشیم، یه اتهام بهش میزنیم مثلا مواد مخدر تحت اون اعلامش میکنیم، یعنی تحت عناوین دیگه میکنیم که حقوق بشر صداش در نیاد، یه جرم دیگه میچسبونیم بهش که در واقع چیز نشه. من برداشتم این از این صحبت که وقتی میگن تحت عناوین مجرمانه دیگه کشته شده نفرات، وگرنه یکی دوتا نیستن نفراتی که کشته شدن. دقیقاً همینجوری که میجان، دقیقاً همینجوری. من اگر اجازه میدی درباره چون صحبت از محسن امیراسلانی و بحث ارتدادش شد و اینا یه توضیح بدم خدمت دوستان در حد شاید یک دقیقه و نیم. البته کم جان اون آلت که گفتی شاید منظور آلت موسیقی پدر بوده، ما که نمیدونیم منظور پیامبر صلی الله چی بوده. خب عرض به خدمت شما که محسن امیر اصلانی زاده 1356 در گذشت 2 مهر 1393، برای آقا ناصر تنها نمیگم برای همه میگم، چون ایشون گفت من از یک آدم بانفوذ شنیدم، زندانی عقیدتی بود که به دلیل تفسیر متفاوت از قرآن، بدعت در اسلام، ارتداد و توهین به یونس نبی و همچنین به اتهام تجاوز به عنف. دقیقا نکته‌ای که شما کرمیت در انتهای صحبتت گفتی که یه چیز دیگه میچسبونن. خیلی خوب، در 2 مهر 1393 در زندان رجای شهر اعدام شد. خب محسن امیراسلانی 37 ساله متأهل و دارای یک فرزند بود. اینجا رو دقت کنید، او روانشناس بود و مشاوره میداد، اما چون فردی معنوی بود مراجعانش را با تفاسیر قرآن و احکام دینی مورد مشاوره قرار میداد و به همین دلیل هم میان ایشان محبوبیت داشت. به عنوان مثال وی در تفسیر سوره یونس معتقد بود که یونس پیامبر از دل نهنگ بیرون نیامده و این موضوع به صورت تمثیل در قرآن آورده شده. دوستانی که با ما از ساعات قبل بودن میدونن که وقتی ما گفتیم در قرآن توهین شده به ما کفار و از موارد متعددی رو کرمیت گفت، اون آقایی که دفاع میکرد و الان رفتن آقای اسماعیل گفتن نه این شباهت رو ذکر کرده قرآن، درست شد؟ حالا به همون دلیلی که ایشون داره میخواد تبرئه کنه قرآن رو، به همون دلیل آقای محسن امیر اصلانی رو اعدام کردن، چون گفتن حق نداری بگی قرآن تمثیل آورده، این واقعا اتفاق افتاده و طرف رفته تو دل ماهی. خیلی خوب، حالا من در پایان فقط اینم اضافه کنم، این خیلی مهمه، دیوان عالی کشور حکم اعدام را برای محسن امیر اصلانی فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. یعنی خود همین آخوندهای، حالا کلمه بدی استفاده نکنم باز دیگران نگن تو به آدم ها توهین کردی، خود همین آخوندها خودشون اینو فاقد وجاهت، اما در نهایت با تایید شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم اعدام تایید شد. مرسی که توجه کردید. ممنونم سامان جان. آقا ناصر میگه هنوز باید صحبت کنی؟ اصلا افتاد بیرون دوباره. آقای علیرضا میشنم این صحبت شما رو کنم. اون هم این که من گفتم نبایستی بین عملگر جمهوری اسلامی ناصر جان، ناصر جان تحمل کن آقای ناصر، میکروفون تو ببند، تحمل کن بهت بعد میگردیم. آقا عیزا بفرمایید. بله صدام کنم. ببینید موردی که مطرح فرمودن جناب آقای ناصر از یه بابت درست هستش، ولی خیلی تمام پس هستش. ببینید
یه فردی تشریف داشتن اینجا به نام آقای علی آقا که این توضیح رو به شما فرمودن، یعنی در مورد بحث ارتداد که ارتداد فطریه، یعنی بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام، اونگاه که مرتد مرد باشه در اغلب غریب اتفاق متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده براش. حتی خیلی از جناب ناصر، خیلی از رفورمیست های مذهبی مثلا آقای منتظر یا آقای ثانعی با یه سری اما اگرها و یه شرایط مختلف محدود کننده این حکم رو تایید میکنن. اما شما فرمایشات از یه واقع درسته، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی ایران تا کنون ماده مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداره، اما وقتی که دادگاه تشکیل میشه در مورد ارتداد یک فرد، دادگاه ها در صدور حکم اعدام به شرع و متون فقهی استناد میکنن و بر اساس اون حکم اعدام رو صادر میکنن. پس بنابراین شما اگر که درست میفرمایید که در قانون مجازات و در قانون جزایی اسلامی چیزی به نام ارتداد وجود نداره و حکمش اعدام نیست، اینو درست میگین، اما در دادگاه ها استناد میکنن به مبانی فقهی و بر اساس مبانی فقهی اعدام ارتداد رو حکم اعدام بهش میدن. از این بابت خواستم که صحبت شما رو تصحیح کنم. تشکر میکنم آقای علیرضا، واقعا ممنونم.